درود میفرستم به همه شما هممیهنان گرامی، همیاران و مبارزان در راه آزادی. گرامیان، برنامه رو به اشتراک بگذارید، یک آهنگ با هم دیگه گوش میدیم. من خودم چند جا برنامه رو به اشتراک بگذارم. برنامه هنوز آغاز نشده، نمیدونم چی شد، این خط قطع شدش، اما ظاهرا روی خط هستید. بسیار خوب، اگر صدا هم خوب هستش مهر بورزید، اینجا کامنت بگذارید، یک آهنگ با هم گوش میدیم و سپس باز میگردیم. عزیزان، برنامه رو به اشتراک بگذارید. پس از آهنگ مهمی هستش که با هم دیگه یک گفتگوی خواهیم داشت. سپاس از من. هر شیر و جن آزاده.
خب خوشنودتر اهورامزدا، به خوشنودی اهورامزدا ایرانوم خوبرنوم یزمیدا فر ایران را می ستای. با یک برنامه دیگه در خدمتتون هستیم از جنبش رنسانس ایرانی فرزندان فردوسی و بخشی از برنامه هم از باورمندان به سامانه پادشاهی در رابطه با یه سری از مسائل مهم گفتیم با شما یک گپ و گفتگویی داشته باشیم، یه صحبتی داشته باشیم، خصوصا در شرایطی که امروز در واقع باهاش دست پنجه نرم می‌کنیم، مسائلی که وجود داره. امیدوارم صدا خوب باشه. بچه های اینستاگرام برنامه رو بفرستید دایرکت برای دوستانتون، بسیار مهم هستش. عزیزان در فیسبوک در گروه هایی که هستین به اشتراک بگذارید که وارد جان کلام بشیم. صدا امیدوارم خوب باشه عزیزان. اجازه بدیم من خودم یک امیدوارم برنامه قطع و وصل نشه و صدا هم خوب باشه، چون شوربختانه طبق یک سری تجربیات پیشین برنامه ریپورت میشه و قطع و وصل میشه. خیلی خوب، صدا هم خوب هستش، بسیار خوب. ما در یک بحره از زمان قرار گرفتیم گرامیان که جان وجودی کشور ما به راستی و درستی در خطر هستش. یعنی اگر گمان ببریم ساده انگارانه به مسائل نگاه بکنیم، واقعیت اینه این که میتونه دیگه ایرانی وجود نداشته باشه که ما بخوایم برای آزادیش تلاش بکنیم یا برای آبادیش بخوایم کاری انجام بدیم. اینها شوربختانه واقعیت های انکار ناپذیر هستش. ایران ما در خطر تجزیه قرار داره و این خطر تجزیه عزیزان در واقع از سمت خود رژیم هستش. یعنی جمهوری اشغالگر اسلامی اون بازوی اهریمن در درون مرزه. درود بر شما، درود مهربان. و خود این جمهوری اشغالگر اسلامی این بسترها رو فراهم میکنه. 41 ساله که اهریمنان در واقع کشور ما رو اشغال کردن و با ناروایی‌هایی که در جامعه تزریق میکنن انجام میدن، با فقری که در جامعه به وجود آوردن، کشوری که روی میلیون‌ها یا میلیاردها ثروت خابیده، در واقع شرایطی فراهم میکنن که بخش‌های کشور، مردمان ما در بخش‌هایی از کشور براشون نارضایتی به وجود بیاد. و از اون طرف هم ما میبینیم که سیاست‌های اهریمنی یک مشت ملیجک رو، یک مشت ایران ستیز رو، اینها رو در واقع ازشون حمایت میکنن. حالا در شاخه های مختلف، در واقع مسائل مختلف، به مانند این گروه های قومیتی، شورای گذار یا خیلی های دیگه، یا اصلاح طلبانی که در واقع رنگ عوض کردن و میخوان قدرت رو در کشور نگه دارن، منتها با یک چهره دیگه، با یک چهره جدیدی. در واقع در این راستا میبینیم که جمهوری اسلامی هم در حال پوست اندازی هست و خب مهره هاشون زیاد هستن. مسیح علی نژاد هستش، شیرین عبادی هستش، اون چه میدونم نسرین ستوده هستش، خزایی هستش، خزعلی پوزش ما خزعلی هستش و انواع اقسام این آدم ها که خب شما خودتون بهتر در جریان هستید. خب این خطرها رو وقتی شما نگاه میکنی نمیشه به این سادگی هم از کنارش عبور کردش. در همین راستا ما اون بخش جهانیش هم وقتی نگاه میکنیم میبینیم که اگه خاطرتون باشه در رابطه با طرح کسینجر خیلی صحبت شده بود و خب اون نقشه در واقع تجزیه خاورمیانه خیلی ها در رابطهش صحبت کردن و بسیاری از مسائلی که حالا در یک بحره‌ای خیلی بهش توجه نشد و یک نگاهی هم که ما دور برامون میکنیم میبینیم انقدر گرفتاری برای ما درست کردن که هر گوششو که شما میگیری در رابطش صحبت میکنی، در بارش صحبت میکنی،
یک طرف دیگهش در واقع خالی هست، لنگ میزن. اینها شوربختانه واقعیت هایی هستش که ما باش در واقع دست به گریبان هستیم. ضمن این که آدم های خودشون هم در جاهای خاص مستقر کردن و انقدر شلوغش کردن که جامعه هم به گونه سردرگم شده. اینها واقعیت ها هستش. حالا در این راستا ما شاهد این هستیم که میان در رابطه با خاورمیانه یه سری تصمیم گیری ها میکنن و این تصمیم گیری ها بی گمان به کشور ما ضربه بزرگی خواهد زدش. جمهوری اشغالگر اسلامی هم اینجا هستش که تمام بسترهاشو فراهم کرده در این 41 سال با نارضایتی هایی که در درون کشور به وجود آورده. ضمن این که این طرح خاورمیانه خب نیاز داشتش که در واقع یک سری مسائل ناامنی ها درش به وجود بیاد و خب بیگمان مهره ای که سال 57 خمینی گجستک در واقع این اتحاد شوم سرخ و سیاه که شاهنشاه آریامهر که هماره فر و هرش شاد باد هشدار داده بودن بارها و بارها بر سر کار، ناامنی هم در کشور فراهم کردن و با پول کشور ایران با جان مردم ایران اومدن و در خاورمیانه یا میانرودان انجام دادن و یک نهاد نظامی هم تأسیس کردن به نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سال 57 که برگرفته شده از تمام این گروهک های تروریستی منطقه و ارتش سرخ روسیه و اون بخش خصوصا استالینیسمیش. یک چیزی رو، یک آش شل قلم کاری رو به اسم سپاه پاسداران به وجود آوردن که خب چپ ها و اسلامیست ها اومدن در رأسش قرار گرفتن. پایه هاش هم اون سازگارا و اون کسای دیگه که خودشون اینها در اون باندهای مافیایی بودن که ایران رو ویران بکنن در سال 57 پایه‌گذاری کردن. به هر روی از دل این سپاه پاسداران بخشی بیرون اومد به اسم سپاه قدس که مسئولیت در واقع به عهده گرفت و خب ما دیدیم که در کشورهایی مثل سوریه، عراق، یمن چه مسائلی رو به وجود آوردن. درگیری‌های سیاسی، درگیری‌های نظامی، کشت و کشتارهایی که به وجود آوردن و در نهایت در این 41 سال گذشته کاری کردن که حالا با پروپاگاندهای مختلف، با گروه‌های دستسازی که خودشون ساختن اومدن و اختلافاتی بین مردمان به وجود آوردن. از عراق بگیر بین شیعه و سنی و کرد به وجود آوردن، ایزدیان به وجود آوردن. در سوریه شما نگاه بکنی باز هم بین شیعه و سنی و کردش اختلاف به وجود آوردن. یعنی این مردمان رو با هم دیگه از هم جدا کردن. در ایران خودمونم خارج از این معقوله نیستش که اومدن در واقع بین مردمان مختلف ما در مناطق مختلف با بهانه‌های زبانی یک سری اختلافات به وجود آوردن، با بهانه‌های مذهبی اختلافات به وجود آوردن و این اختلافات عاملی شدش که تونستن در واقع اون گسست اجتماعی، اون فرکسیون جامعه رو باهاش رقم بزنن و شوربختانه این اتفاق افتاده. ما نمیتونیم خوشبینانه به این مسائل نگاه بکنیم. ضمن اینکه ایران یک کشوری هستش که از 2500 سال پیش به اینور بارها بارها تجزیه شده، از 100 سال پیش به اینور چندین بار تجزیه شده. اون دیگه اهنامه‌های ترکمن و گلستان و پاریس رو ما شاهدش هستیم دیگه و همچنین بحرینی که شاهنشاه خیلی تلاش کرد نگه داره ولی با اون کلک‌هایی که سازمان ملل زد رفراندوم رفتن اونجا تشکیل دادن، رفراندوم مردم تعیین بکنن و نهایتاً از تو صندوق اون چیزی که دلشون خواست این بانده مافیایی بیرون آوردن. ما شاهد این هستیم که خب کشور ما بارها بارها تجزیه شده. خصوصاً ما اگر به تاریخ معاصرش نگاه بکنیم، زمان قاجارها مخصوصاً می‌بینیم که هر موقعی که در واقع حکومت‌های دینی بر سر کار بودن، یک حکومت دینی بر سر کار بوده که خب اون دزدی گرگی ها، راندخاری ها، پارتی بازی ها و اصولا در اینا هیچ عرق ملی وجود نداشته، مهر به میهنی وجود نداشته و مسائل
عمدتا حول و حوش مذهب دور میزده، یک خلأ قدرت و ضعف حاکمیت هم به وجود آوردی که از این ضعف حاکمیت همیشه اومدن بهره بردن و خب قراردادهایی که میخواستن تحمیل بکنن. این آخرینش هم که قرارداد چای هستش که خب ما شاهد این هستیم که عملا اینها خزر رو دادن رفت و دارن اعلام هم میکنن، نشان هم میدن و همچنان مردم در اندرخم یک کوچه هستن و با خوشخیالی و در واقع توهمات خاص مسائل رو میخوان نادیده بگیرن و این واقعا جای شوربختی داره. حالا خب این به اینجا ختم نمیشه، در واقع یک سری مسائل رو پایگذاری میکنن ایران ستیزان، روش کار میکنن، سرمایه گذاری میکنن که در مراحل بعدی بتونن بهره های لازم رو ازش ببرن. یکی از اون بهره هایی که باید ببرن این هستش که خب کشورهای منطقه طبق همون طرح کسینجر، حالا این طرح کسینجر اومد برد در سیاست، ولی اصل این طرح، محتوا و شروع این طرح چیزی دیگه هستش. اون کیونیم در واقع مطرح شده که حالا این سند کیونیم و من سال گذشته یک برنامه اجرا کردم که روی یوتیوب جنبش میتونید ببینید، در رابطه با این موضوع توضیح دادم و حالا به خاطر مسائل کارهای گرفتاری هایی که داریم ترجمه این موضوع موندش که پس از این معامله قرن در واقع تصمیم گرفتم که این کار رو به صورت نوشتاری پارسی هم در بیارم که روی تارنمای جنبشم میتونید بخونید، پستش بیشتر شده، میتونید این سند رو به صورت نوشتاری بخونید. عزیزان اینستاگرام هم یا باید به تارنمای جنبش مراجعه بکنید، در اون قسمت بالا میتونید روی تارنما کلیک بکنید، در بخش مقالات سند کیونی میتونید بخونید، پی دی افش هم اگر بخواید در کانال تلگرامی جنبش میتونید پیدا کنید. به هر روی این مسائل رو رقم زدن که در واقع بیان اون بخش انرژتیک جهان رو بتونن کنترل بکنن، چون در زمان شاهنشاه آریامر هیچ کنترلی به راستی و درستی به جای رسیدن که اینا کنترل انرژتیک از دستشون در رفتش و ما شاهد هستیم دیگه، در تاریخ خوندیم و شنیدیم بارها و بارها که شاهنشاه در مقابل این مافیا ایستاد و مصاحبه هاش هم حتما دیدید که شاهنشاه آریامر برگشتن گفتن که خب همونجوری که شما جن ارزاقتون رو بالا میبرید و ما مجبور هستیم از شما بخریم خرید بکنیم، خب از اون طرف هم ما مجبور هستیم که قیمت نفت رو بالا ببریم تا بتونیم این قدرت رو داشته باشیم که از شما اون خریدها رو انجام بدیم، ضمن این که ما دیگه به شما باج نمیدیم. این موضوع بسیار حائز اهمیت هستش. بنابراین خب با خائنین داخلی، خود فروختگان داخلی که ایران در تاریخش همیشه ما شاهد این بودیم که ضربه اصلی رو از خود فروختان داخلی خورده ایران زمین، اومدن و سال 57 این بلا رو سر ما آوردن. بگذاریم، اینها داستان هایی هست که همه میدونید، اما خواستم فقط یک پیش زمینه رو، پیش گفتاری و بستری رو برای گفتمان سند کیونیم آماده بکنم. بنابراین ما در شاهد این هستیم که اینها اهریمنان جهانی، کشورهای اهریمنی غرب به مانند آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، همون هایی که در گواتلوب این فاجعه رو برای ایران در واقع رقم زدن، به اضافه امروز روسیه و اسرائیل، خصوصا اسرائیل که حالا خیلی از ایرانی ها گمان میبرن که این اسرائیل مثلا کشور دوست میتونه باشه برای ما در آینده، شوربختانه اینطوری نیست. من خودم شخصا خیلی دوست داشتم میتونست اینطوری باشه، خیلی هم تلاش کردم که اینطوری بشه، اما نه، اینطوری نخواهد شد. واقعیت اینه که اسرائیل خودش یک باز مترسکی هست در منطقه که اون اهداف انگلیس رو بتونه پیش ببره. بنابراین ما با یک حجمه در واقع از مسائل سیاسی و تاریخی از که از سمت غرب داره به سمت ما میاد روبرو هستیم. همین چند لحظه پیش یک مقاله‌ای گذاشتم در رابطه با اون سکه هایی که چاپ کردن
یونانیا ضرب کردن و یک دروغ تاریخی رو دارن اینها ترویج میکنن، ما میبینیم که همه گونه به هر رقمی کشور ما ضربه پذیر شده. خب در درون کشور هم یک حاکمیت ملی وجود نداره که بخواد پدافندی از جامعه ما، از تاریخ ما، از مردم ما، از کشور ما بکنه. اونا خودشون اهرم در واقع ویرانگرانه این کشورهای در واقع اهریمنی و استعماری هستن. به هر رو در این شرایطی که ما داریم، روندی که در میان رودان خاورمیانه داریم طی میکنیم، سپری میکنیم، ما داریم میبینیم که خب اومدن و اختلاف ها رو انداختن و روی این اختلاف ها سرمایه گذاری کردن، گروه های رو درست کردن که بیاد هر کدومشون، گروه های مزدور دیگه در واقع، هر کدومشون در واقع سررشته یک بخشی از این مردمان رو بگیرن و یک ادعاهایی بکنن که بعد به موقعش بتونن از این گسست ها بهره لازم رو ببرن و کار رو به اونجایی برسونن که کشورها رو کوچک بکنن، تکه تکه بکنن یا همون تجزیه بکنن که بتونن کنترل لازم رو روش داشته باشن. این موضوع بسیار حائز اهمیت هستش، به خاطر اینکه همون گونه که شاهنشاه آریامهر جلوی اینها ایستاد، اون قطب اصلی انرژتیک جهان که خب تمام جهان امروز ما خصوصا جهان صنعتی اون برپایه اصل بنیادینش برای رشد و پیشرفت انرژی هستش، فقط فرمودید. و تا الان انرژی فسیلی در واقع حرف نخست رو میزنه، حالا هم به خاطر هزینه ها، هم به خاطر تکنولوژی که کنترلش میکنن، تا بخواد تکنولوژی آینده جا بیفته خب اون روند خاص خودشو داره و زمانبر هستش. اما تا سده های آینده هم این سده های آینده، نه چند هزار سال، نه مثلا تا 100-150 سال آینده هم هنوز این انرژی فسیلی در اون بخش صنعت حرف نخست رو میزنه و صنعت یعنی ثروت، یعنی قدرت، یعنی پیشرفت و یعنی اینکه شما حرفی برای زدن در جامعه جهانی داری. دقت فرمودی، اینها همه به هم دیگه ربط پیدا میکنه، پیوند داره. به هر روی ما در این راستا شاهد این هستیم که تحولات خاورمیانه که داره رقم میخوره، نهایتا جمهوری اشغالگر اسلامی که اومد آتش افروزی رو در این منطقه کردش، ما دیدیم که این آتش، ما امروز شاهد این هستیم که این آتش افروزی ها، این قلدری ها و این در واقع مسائلی که جمهوری اسلامی مدعیش هستش هیچ منفعت ملی برای کشور ما نداره. اگر کسی منفعت ملی در این راستا میبینه اشاره بکنه که خب ما هم بیاموزیم که نفع ملی این موضوع، این درگیری هایی که اینها راه انداختن در این چندین ساله چی هستش. داعش که خب داعش که اصلا خودش با جمهوری اسلامی چه میدونم، اینها با هم دیگه دست در دست هستن، چون اینجا اینا ریشه و جنمشون یکی هستش، از یک جنس هستن، تفاوتی نمی کنه. جمهوری اسلامی داعش شیعه است، اون داعش سنی بود. بنابراین ما در این مدت هم شاهد بودیم که در این چند سال اصلا نیروهای سپاه قدس که در سوریه و عراق بودن اصلا کاری با داعش نداشتن. در واقع نیروهای سپاه قدس که البته سپاه اورشلیم، سپاه قدس نیستش، سپاه اورشلیمه، برای اسرائیل خدمتی کرده و ما امروز شاهد هستیم که هر اتفاقی که در میان رودان یا خاورمیانه افتاده به نفع کشور اسرائیل و سیاست‌های اسرائیل هستش. اصلا چه نفعی برای کشور ما، مردم ما و منافع ملی ما داشته، بجز این که ما دریای کاسپیان هم توی این هیروبیری ها، توی این دعوا مرافعه ها دادیم، دادن به شوروی رفتش، به روسیه رفتش. دقت فرمودید، جنوب ما رو در واقع اون دریاهای ما رو خلیج همیشه فارس اومدن لایروبی کردن، اون دریا به جای خواهد رسید که یک دریای مرده خواهد شد وقتی آبزی درش نداشته باشه، وقتی اون اکوسیستمش رو به هم بزنن. خب این چیزی دیگه نداره، دقت، جاذبه هم نداره دیگه. بنابراین ما میبینیم که این ویرانی ها هم در کنارش وجود داشته، یا طرح سومالیزه کردن ایران، خوش کردن ایران، اما میبینیم که
به خوبی انجام داده جمهوری اسلامی، رودهای ما رو، دریاچه های ما رو خشک کردن، در نهایت هم اومدن کنار کوه نمک یک سدی زدن که تمام نخلستان های ما خشک شد. بنابراین اینها هر نامردمی رو، هر ناروایی رو که خواستن انجام دادن، فقر و فحشا و بگیر و ببندها و دزدی ها و غارت ها و چپاول ها و جنایت ها که اونها هر کدومش جایگاه خودش رو داره که خب همه شما عزیزان هم میدونید. اما اصل قضیه که ما میخواییم روش صحبت کنیم در تو سند کیونی اینجایی هستش که جمهوری اشغالگر اسلامی و سپاه اورشلیم هر کاری که کرده تا به امروز به نفع منافع ملی اسرائیل تموم شده در منطقه و این بر پایه این سند کیونیم هستش. یعنی طرحی که در منطقه اجرا شده در این سند کیونیم پیشتر اومده، دقت فرمودی؟ و خب امروز هم اینو اجرایش کردن. به چه وسیله اجرایی کردن؟ بازوان اجرایی این طرح چه چیزی هست؟ سپاه اورشلیم، یا حالا سپاه قدس، هرش شما میخوای بگی، سپاه اورشلیم بوده، دقت فرمودی؟ سپاه پاسداران جمهوری اشغالگر اسلامی. حالا در این سند کیونیم برنامه قطع شده، برنامه رو دارین در فیسبوک عزیزان؟ احساس میکنم برنامه در فیسبوک هستش. دوستانی که برنامه رو دارن نگاه میکنن یک کامنت بزنید من ببینم در فیسبوک برنامه ادامه داره، چون خودم اینجا دارم میبینم قطع شده. اینم گرفتاری ها هستش دیگه، والا به ماها که تریبون های خاص نمیده، همین تریبون نیمچه بندی هم که داریم در در واقع این صدا رو ببندن. به هر روی ندارم میبینم که ادامه پیدا کرد. به هر روی سپاس. بنابراین وقتی ما یک نگاه دقیق میکنیم به مسائل میبینیم که خب این تر سالها پیش در واقع من اینجا چون چیزشم دارم، ترجمهشم دارم، از سال در واقع 1982، از سال 1982 اینها این طرح افشا شده، پیشتر این طرح نوشته شده، نوشته شده که چی؟ که اسرائیل چگونه بتونه در میان رودان خودش رو جا بندازه، در خاورمیانه خودش رو جا بندازه، به چه گونه میبایست تهدیدهایی که براش به وجود میاد و در واقع باهاش مقابله بکنه، و برای اینکه با این تهدیدها مقابله بکنه میبایست که همسایگانی که همسایگانش رو در واقع از بین ببره، از بین بردن حالا نه با جنگ رو در رو، با اون سیاستهای راهکاری که راهبردی که در واقع باید پایگذاری بکنه، دقت فرمودید؟ و این رو در واقع از اون کتاب‌های حالا آسمانی خودشون، اون خرافات در واقع تلموتی و نمیدونم توراتی و که خب حالا یه مش باز خرافات اکدی اینا هستن عمدتاً، بیرون میکشن و اصولا سیاست اسرائیل تا به امروز روی این خرافات نهاده شده، دقت فرمودید؟ و خب عمل کردم داشته به خاطر اینکه اون پشوانه های سیاسی که وجود داره در جهان، اون مافیای جهانی که وجود داره، همه گونه هم دارن حمایتش میکنن. بنابراین اینها با توجه به پایگذاری کشور اسرائیل میبایست میتونستن خودشون رو نهادینه بکنن، قدرتشون رو تثبیت بکنن تا بتونن این کشور رو که حالا در اون سرزمین گم شده یهودیان هست رو در واقع به نتیجه به ثمر برسونن. ضمن این که به همینجا هم بسنده نمی کنن، در واقع میبایست اون گسترش زمینی خودشون هم داشته باشن، یعنی کشور گشایی رو باید داشته باشن، کشور رو باید بزرگ بکنن. یعنی شما حساب بکن در چه میدونم قرن 21 ما هستیم، در آستانه هزاره سوم هستیم، اینا هنوز انگاری که در تاریخ داریم زندگی میکنیم، مثلا در
3000 5000 سال پیش داریم زندگی میکنیم که کشورها میجنگن و کشورگشایی میکنن. البته در واقع همین هم هستش، حالا فرمش تغییر کرده، فرمای اقتصادی امروز پیدا کرده این کشورگشایی ها، اما نهایتا اینی که حالا به صورت جنگی و خون و خون ریزی هم باشه، ما هنوز که هنوز شاهدش هستیم، دقت فرمودید، و این رو عملا داره این کار رو اسرائیل انجام میده. ببینید ما پیشتر هم عنوان کردیم، موزمون رو در این رابطه روشن کردیم، ما خودمون از سمت جنبشی موزه رو روشن کردیم که اسرائیل به هر روی ما در تاریخمون داشتیم که کوروش بزرگ وقتی که میره در بابلون و مردمان رو آزاد میکنه، اونجا مردم یهود رو هم آزاد میکنه و میفرستشون به سمت اورشلیم که برن معبدشون رو بسازن، همون معبد سلامون یا معبد داوید، برن معبدشون رو بسازن و اونجا زندگی بکنن. این در واقع در زمان هخامنشی اون بخش یکی از ساتراپی های ایران بوده، یکی از استان های ایران بوده، یه استان هست. بنابراین ما اسرائیل رو با توجه به این پایه تاریخی، نخستین که مردمان یهود ما خودمون آزادگر اینا بودیم، اما اینا چشم و رو که ندارن که، دقت فرمودید، در جنگ جهانی دوم خیلی به اینا خدمت کردیم، پاسپورت براشون درست کردیم در پاریس، خیلیاشون از فرانسه نجات دادیم، از مجارستان نجات دادیم، به ایران آوردیم، متأ اینا واقعا بی‌چشم و رو هستن. حالا بین مردمان و سیاست ها هم باید تفاوت گذاشت عزیزان، دقت فرمودید، صحبتی که ما داریم میکنیم صحبت سیاست اسرائیل هست، اون مردم بدبختی که اینها از همه جای جهان جمع کردن اینها رو برنن اونجا، که اونها تقصیری ندارن، که اونها هم یه مردمانی هستن که میخوان زندگی بکنن، اما سیاست های اسرائیل بسیار متفاوت هستش. بنابراین ما اونجا رو پیشتر موزمون رو عنوان کردیم که اسرائیل به عنوان یک ساتراپی ایران برای ما همیشه قابل پذیرش هستش، دقت فرمودید، اما این کارهایی که شیطنتایی که اینا دارن انجام میدن و در نهایت ما وقتی نگاه میکنیم پشت پان ترکا میبینیم، پان عربها رو نگاه میکنی، پشت تمام این تجزیه طلبان نگاه میکنی، این اسرائیل هستش پشت این گروه ها. خب اینا چیه داستان، چه دشمنی وجود داره؟ ضمن اینکه خود نتانیاهو هم برگشت گفت آقا شما خبر ندارین، سپاهتون دست ماست. خب اینو که ما میدونستیم البته، ولی خب این اعترافی هم بود که خودش کرد دیگه، زمانی که تمام مدارک اون ترقوز آباد بودش که جوکشم کردن، تمام اون مدارک در واقع نظامی ایران رو براشون بار کردن برن. خب این مشخصه که یک نیروی درونی هست که داره خدمت میکنه به این کشور دیگه، دقت فرمودید. سال 57 هم که تمام این خط تظاهرات و تمام این پروپاگاندها و تبلیغات بر ضد نظام پادشاهی رو از ما از چه رادیوهایی میشنویدیم، موقع که تلویزیون های ماهواره و اینترنت و این خبرها که نبودش که، دو تا رادیو بیشتر نبودن، رادیو اسرائیل و رادیو بی بی سی فارسی به زبان فارسی که تمام این کارها رو میکردن، که رادیو اسرائیل هم همین منوچهر ساچمچی معروف به منشه امیر، یک توده‌ای پسفترت اون موقع مدیریتش میکرد، دقیقا در که خودش اومد در برنامه شهرام همایون ملقب به شارلاتان برگشت گفت همچی با خنده و ذوق مرگم شده بود که آره خیلی خمینی دوست داشت برنامه های منو گوش میداد. خب اینا گاوبندی هایی هست که اینا پشت پرده با هم دارن دیگه، دقیقا فرمودیم و ما داریم میبینیم شاهد این هستیم که خب اینها در این فرایندی که برای ویرانی ایران رقم زدن همه با هم دیگه دست داشتن، هر کسی در جایگاه خودش یه خوشخدمتی میکرد که بتونه کشور ما رو ویران بکنه. و مشخصا اگر سیاست اسرائیل خواهان این قضیه نبود، هیچگاه به رادیو اسرائیل این اجازه رو پروانه رو نمیداد که این کار رو بکنه. بنابراین این سیاست همگام بوده، دستور بوده که این کار انجام بشه به صورت دستوری، دقت فرمودی. زمان جنگ ایران و عراق هم خب خیلی در واقع با جمهوری اسلامی، با اسرائیل، با موساد خیلی همکاری داشتن، سلاح از نظر نظامی، از نظر خرید تسهیلات، از نظر امنیتی اینها با هم در پیوند بودن و کار میکردن. حالا اسرائیل هم اون امروز میپرسی میگن آره ما چون ایران رو دوست داشتیم این کار رو مثلا کردیم و فلان این حرفا. در واقع اسرائیل بازی های چندگانه انجام میده، دقت فرمودید. به هر روی این پیوند رو ما همیشه شاهد بودیم و این
مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا و پرچم آتیش زدن و این حرف هم بازی بیش نیستش، به خاطر اینکه به جامعه نشون بدن که مثلا اینها بین مردمانشون از هر دو طرف بین مردمانشون اینها در واقع دارن انجام میدن. خیلی خب، ما ریپورت ها شروع شد و دوباره در واقع دارن همینطوری چپ و راست ریپورت میکنن به هر دو. امیدوارم برنامه باشه عزیزان در فیسبوک. حالا یکی از کارهایی که اینا انجام دادن در راسته این سند کیونی، تئودور هرتز که در واقع پدر بنیانگذار صهیونیسم هستی، صهیونیسم عزیزان از اون کوه صهیون میادش در اورشلیم، در جنوب اورشلیم کوهی هست به اسم کوه صهیون یا صهیون که این از اونجا میاد، که در واقع اینها یک ناسیونالیسم های یهودی هستن، دقیقا فرمونده یا پاتریوت های یهودی یا میهن پرستان یهودی، که این تئودور هرتز که یک یهودی بوده که در سوئیس آلمان، در سوئیس اتریش زندگی میکرده، میاد و در واقع این تئوری رو پایگذاری میکنه. کنگره های مختلفی در سوئیس میگذارن که نهایتا ما یک کشوری میخوایم و این قضیه پس از جنگ جهانی دوم خیلی جدی میشه. در این تئوری، این تئوری مال پیش از جنگ جهانی اول و دوم هستا، تئوری تئودور هرتز، تئوری صهیونش، اون نظری که داشته روی صهیون یا سیونیست، پایگذاری یک کشور برای یهودیان، در این تئوری موضوعی که عنوان میشه این هستش که ما میبایست یک سرزمینی رو تشکیل بدیم و اون سرزمین بر پایه مثلا تاریخ ما در تورات و در تلموت اومده، اورشلیم هستش، این معبد ما اونجا هستش، معبد داوود، نمیدونم فلانی حرفا، و خب مشخصا از تاریخ ایران هم بهره میبرن، از کوروش بزرگ بهره میبرن و خب البته واقعیت هم به گونه‌ای، به یک نوعی واقعیت هم داره، حالا این یه بحث دیگه هستش، و میگن آقا این سرزمین ما هست، ما باید بیایم اینجا در این سرزمین و کشور اسرائیل رو پایگذاری بکنیم، کشور یهودیان رو پایگذاری بکنیم. به هر روی تئودور هرتز در این تئوری که عنوان میکنه، تئوری صهیون که بعد به صهیونیسم معروف، صهیونیسم معروف میشه، این تئوری ناسیونالیسم یهودی در واقع عنوان میکنه که ما باید کاری بکنیم که یهودیان رو تشویق بکنیم و کاری بکنیم که یهودیان رو از سر تا سر جهان جمع بکنیم که به اینجا بیان، به این سرزمین بیان، که ما بتونیم جمعیت یهودیان رو بالا ببریم اونجا، که وقتی ما میخوایم تولید یک کشور بکنیم، ساخت یک کشور بکنیم، بعد مردمانی هم درش وجود داشته باشن دیگه. این مردم ها که نمیتونن، نمیدونم اون یه سری قوم های که از سمت اردن و یمن هم اومده بودن که به اسم قوم پلسطینیان هم معروف هستن، اومده بودن اونجا سکنا گزیده بودن، یا مثلا از شمالش مثلا لیبانی ها اومده بودن یا سیری ها اونجا بودن، چون یک بخشی بودش در اون حاشیه مدیترانه که آدم های مردمان مختلفی، قومیت های مختلفی در زندگی میکردن. باید بتونیم در واقع اونجا جمعیت خودمون هم بالا ببریم و به واسطه بالا بردن این جمعیت هم میبایست کاری بکنیم که یهودیان بیان و در اینجا شروع بکنن زندگی کردن و پوپولیشن رو در واقع توسعه بدن اونجا. این تئوری هستش که پیش از جنگ جهانی نخست انجام میشه، پس از جنگ جهانی نخست مسائلش داغ میشه، بالا میگیره، کنگره‌های مختلفی در سوئیس برگزار میکنه این تئودور هرتز و اون جمعیت یهودیانی که در واقع پایگذار صهیون هستن، و نهایتا ما میرسیم به جایی که میبینیم که جنگ جهانی دوم یک کشتار عظیمی هم از یهودی ها انجام میشه، یعنی قتل عام و یک فاجعه بشری هم به وجود میاد بین یهودیان، کوره های آدم سوزی یا اون چیزی که به اسم هولوکاست میشناسیم، که خب واقعیتی هست، این اتفاق افتاده، این اتفاق هم در واقع به وسیله
حزب نازی به سرکردگی هیتلر انجام میشه. اما یک موضوعی که اینجا وجود داره این هستش که در واقع گوبلز، جوزف گوبلز که در واقع مرد در سایه هیتلر بوده، اون وزیر پروپاگانداش بوده، مرد دومی اصلا نازی بوده، جوزف گوبلز خوش یهودی بوده. دقت فرمودید عزیزان، این موضوع، این مسائل بسیار حائز اهمیتی که ما اینا رو در نگر داشته باشیم. حالا من چرا دارم اینا رو توضیح میدم؟ که نخواست این که شما یک پیش زمینه و بستری از اتفاقاتی که در تاریخ افتاده داشته باشید. ببینید عزیزان، تاریخ فقط گذشته نیست، تاریخ یک روند، اینو من بارها توضیح دادم، تاریخ یک روند ادامه دار هست، یک روند در حرکت هست. تاریخ یعنی گذشته، حال و آینده. دقت فرمودید، گذشته اتفاقاتی افتاده، بسترهایی رو، شرایط رو به وجود آورده که امروز به انجام میرسه این مسائل، و مسائل امروز آینده رو رقم خواهد زد. دقت فرمودی؟ یعنی شما امروزی که من و شما داریم اینجا زندگی میکنیم، صحبت میکنیم، ما داریم در تاریخ زندگی میکنیم. بنابراین تاریخ یک امر گذشته فقط نیست. حالا چه گذشته نزدیک چه گذشته دور، تاریخ یک روند در حال حرکت هستش. این رو باید در نگر داشته باشیم. بنابراین وقتی که میخوام یک سری از مسائل و شرایط سیاسی، خصوصا سیاسی امروز رو بررسی بکنیم، میبایست این نکات هم رعایت بکنیم و بهش توجه بکنیم. به هر روی تئودور هرتز میاد و این تئوری رو انجام میده و در نهایت به جایی میرسه که اینها میان اون سهیون رو پایگذاری میکنن و پس از جنگ جهانی دوم هم میبینیم که اتفاقاتی افتاد یا افتاده شد. حالا اون پشت پرده ها رو که ما نمیدونیم که، اما اینها هیپوتز ها هست، میتونیم گمانه زنی بکنیم. و در نهایت هم پس جنگ جهانی دوم کشور اسرائیل به وجود اومد و یهودیان خصوصا در اون زمان به خاطر این جنایتی که هیتلر کرده بود هجوم آوردن به این سرزمین. یعنی اون خب یهودیان، مردم یهودی هم که خب اونا گناهی ندارن، که اونا دنبال یه جایی هستن که راحت زندگی کنن و اموراتشون بگذره، و اومدن به سمت در واقع اسرائیل و این کشور پایگذاری شد و نهایتا به رسمیت هم شناخته شد و بگذاریم دیگه، داستانا رو میدونیم. حالا اما به همینجا خاتمه پیدا نکرد، بخاطر که در این تئوری موضوعات مختلفی وجود داره. یکی از اون موضوعاتش سند کیونیم هستش، که سند کیونیم میاد در واقع یک سری بررسی ها رو، پیشنهاد ها رو به سیاست اسرائیل در واقع ارائه میده که اسرائیل در سده های آینده میباید چه کارهایی رو انجام بده، چه اتفاقاتی باید در منطقه رقم بخوره که هم این کشور تثبیت بشه، پایگذاری بشه، همین که خب در مجموعه که اونجا وجود داره بین اعرابی که اونجا هستن خب دشمنی ها هم وجود داره، خطرها وجود داره، ولی در نهایت ما میبایست دووم بیاریم، کارها رو انجام بدیم و گسترش خاکی هم داشته باشیم. یعنی اسرائیل فقط نمیتونه به اونجا، به اون در واقع نواری که کنار مدیترانه هستش، در شرق مدیترانه هست، خط بشه، به خاطر اینکه طبق اون پروژه سیونی که تئودور هرتز میاد پایگذاری میکنه، میگم اینا همش از اون خرافات اکدی هم بیرون میاد، از تلموت و نمیدونم تورات و این حرفا هم بیرون میاد، اون بخش، یعنی شما اینا بابلون قدیم رو در نظر گرفتن که مثلا سمت عراق و اینا باشه و تمام اون بخش سوریه و تا اون مرزهای ترکیه امروزی که اون بخش عثمانیان باشه، تا حتی شمال عربستان سعودی، شمال عربستان سعودی، یمن، بخشی از اردن، اینها همه این بخش رو در واقع سرزمین یهود میدونن. دقت فرمودید شو؟ حالا ما این آخه یک پارادوکسی هم هست، یعنی شما زمانی که صحبت میکنید با اینها یه جاهایی میگن ما قوم هستیم، قوم پراکنده هستیم، یه جاهایی میگن ما ملت هستیم، نیشن هستیم. حالا توی این 70 سال نیشن سازی کردن، اما
این یه پارادوکسی هم وجود داره که اونجاهایی که میخوان این کشورگشایی ها رو بکنن، این جنایت ها رو انجام بدن، چه میدونم یه جاهایی قوم میشن، یه جاهایی نیشن میشن، از اون ورم میان تمام دانشمندای بزرگ جهان رو به اسم خودشون میکنن. مثلا انیشتن رو میگن آقا یهودی. ببینی شما در غرب مسئله کشور خیلی مهم هستش، اصلا مسئله ادیان مهم نیست، حتی این قضیه قرن 17 و 18 هم اصلا گذشته، مردم روش گذشتن، اما اینا به خاطر اینکه این شیطنت ها رو بکنن، خودنمایی و گنده نمایی بکنن، تمام دانشمندان غرب هم به نام خودشون زدن. دقت فرمودی؟ در صورتی که مثلا کسایی که در اون سطح اینا کار کردن، اینا اصلا مذهب و قبول نداشتن. دقت فرمودی؟ خودشونو متعلق اون کشوری که درش به دنیا اومدن میدونستن. میای اینجا صحبت میکنیم، میگن ما قوم پراکنده در جهان هستیم که بتونن این نخبگان جهان رو به نام خودشون بزنن. میای یه جوری دیگه صحبت میکنیم، میگن ما نیشن هستیم. بنابراین این پارادوکس هم در بین این افراد، در بین این جماعت وجود داره. دقت فرمودی؟ حالا اینها میان و روی اون خط سیوم در واقع یک سری تئوری ها رو پایه‌گذاری میکنن که کشور باید چگونه پیش بره، سیاست ها باید چگونه پیش بره که ما بتونیم موفق بشیم. و بین این خط مرزی که برای خودشون تجسم کردن که از در واقع اروندرود گرفته میشه، همین دجله و فرات امروزی، از اروندرود گرفته میشه تا رود نیل، نیل در مرز، این مابین رو میگن سرزمین ما هستش و اینها همه کاری میکنن که این تحت کنترل رو، این کنترل رو به دست بیارن. دقت فرمودید؟ و به خاطری که بتونن این کنترل به دست بیارن، طبق اون برنامه کیونیم، سند کیونیم عمل کردن. من همه اینها رو که دارم توضیح میدم، اینا همه سند کیونیم هست که من دارم براتون توضیح میدم. دقت فرمودی؟ تیتر برنامه همون دستان برنامه هم به عنوان سند کیونیم دارید میبینید. حتی دو موضوع دیگه هم گذاشتم در این چیز تیتر برنامه، اما گمان نمی کنم که فرصت بشه به اون دو موضوع دیگه پرداخت، چون این به اندازه کافی این سند کیونیم زمانبر هستش. به هر روی در این سند کیونیم اومده تمام کشورهای منطقه رو آنالیز کرده، یعنی از سوریه اومده آنالیز کرده، عراق، نمیدونم مصر، اردن، ایران، افغانستان، پاکستان، عربستان، همه رو اومده آنالیز کرده، لیبی، مراکش، نمیدونم الجزایر، شمال آفریقا هم اومده همه رو آنالیز کرده. و نقطه ضعفی که در این در واقع کشورها پیدا کرده، در واقع اون نقطه ضعف مذهبی بوده، شیعه و سنی، و در واقع اون مردمانی که با گویش های مختلف در این سرزمین ها زندگی کردن. برای مثال در ایران خب ما گویش های مختلفی داریم. اصولا کشور ما یک کشور موزاییکی هستش. وقتی ما صحبت از فرهنگ ایران شهری میکنیم، صحبت از ایران گرایی میکنیم، صحبت از ایران بزرگ میکنیم، این یک مجموعه فرهنگی درش وجود داره. دقت فرمودید؟ که این مجموعه فرهنگی که از چه میدونم تاجیکستان آغاز میشه، میاد در شمال ایران، بخشای جنوب روسیه فعلی رو در نگر میگیره، خود ایران امروزی، عراق و سوریه و بخش زیادی از کشور امروزی ترکیه، اون آناتولی رو در واقع در بر میگیره. اینها اون مجموعه فرهنگی ایران شهری است که شما میبینید که این مردمان یک خط، یک در واقع خط اندیشه‌ای و تاریخی یکی داشتن. دقت فرمودید؟ و این خط فرهنگی و تاریخی رو شما عمدتا در یک سری آداب و رسوم های این مردم ها میتونید پیدا بکنید. یکی از اون مسائل در واقع تاریخی فرهنگیش، اون آداب و رسوم و آینه اون مردمان، جشن هاش هستش. حالا پس از حمله تازیان، تازش تازیان، خب بخش های عمدهی رفتن زیر سلطه در واقع مذاهب سامی، سامیگری یا اسلام،
و خب اینها تغییرات تغییرات اندیشه‌ای هم براشون به وجود آوردن به واسطه این فشاری که از سمت اسلام براشون اومدش. اما ریشه های آینیشون که در جشن های ملی متولول میشه، در نوع خوراک پزیشون، در نوع پوشششون و خیلی از مسائل دیگه، اینا یکی هستن همشون. حالا خصوصا صحبت ایران هستش و اون ایران فرهنگی هستش، ما میبینیم که این مردمان در طول هزارها و هزارها در کنار همدیگه تونستن خیلی زیبا زندگی بکنن، بدون اینکه مثلا بخوام همدیگه اختلافی داشته باشن، بدون اینکه بخوام خودشون رو جدا از هم بدونن. یعنی شما وقتی که صحبت از ایرانی میکنی، در این ایرانی گویش های مختلف وجود داره. دقت فرمودی؟ این ثروت فرهنگی ما، اصلا یکی از ثروت های فرهنگی ما همین هست. به خاطر همین فرهنگ ما قدرتمند هستش، به خاطر اینکه مردمان مختلف همه خودشون ایرانی میدونن، مردمان مختلف هم نیستن، اینا همه یک مردم هستن با گویش های مختلف. این غنی بودن این فرهنگ رو نشون میده. دقت فرمودی؟ زبانشون یکی بوده، زبانی که ما امروز داریم صحبت میکنیم پارسی، این زبان ساسانیان هم مردم همینطوری صحبت میکردن، همینطوری که من و شما داریم صحبت میکنیم، حالا با اون به صورت سره یا اون پارسی سره. دقت فرمودید؟ ولی در بخش های مختلف گویش های محلی خودشون هم داشتن، اون میکروکوسم های کالچرال خودشون هم، میکروکوسم های فرهنگی خودش هم در بخش ها وجود داشته، اما همه خودشون رو ایرانی میدونستن. امروز هم همین هستش. دقت فرمودی؟ یکی از دلایلی که ایران ماندگار در طول تاریخ شده همین هست. این هسته مرکزی که امروز باید نگهش داریم، ایران امروزی هسته مرکزی داستان هست. و اینه شما آریانا رو شما حساب بکن، آریانا افغانستان امروزی، آریانا تاجیکستان، مثلا سلسله سامانیان از سمت تاجیکستان هستش. بخش آریانا خیلی مهم هست در تاریخ ما، سمرقند و بخارا، بخش ازبکستان هم همینطور، بخش کرمانشاهان که امروز ما کردستان ازش نام میاریم بسیار مهمه، بخش آذربایجان هم همینطور، بخش سیستان و بلوچستان هم همینطور. شما یک نگاه به شاهنامه فردوسی بکنید، شاهنامه فردوسی یعنی تمام این بخش ها. شما از رستم صحبت کنی، از بابک خرندی صحبت کنی، از زرتشت بزرگ صحبت کنی، از چه میدونم آتشکده آذرگوشسب صحبت بکنی، از آتشکده پارس صحبت بکنی، اینا یعنی ایران. دقت فرمودید؟ این قدرت هستش که در واقع از زمان سامانیان، فراموش نکنیم که شروع شاهنامه فردوسی، اون موقع بزرگ فردوسی که اومد جمع کرد این نوشته ها رو و در واقع این یادگار تاریخی رو برای ما گذاشت، از زمان سامانیان آغاز شد. سامانیان یکی از سلسله هایی بودن که پس از تازش تازیان در تاجیکستان امروزی بسیار مقاومت کردن و بسیار شکوفایی داشتن از نظر فرهنگی، هنری، ادبیاتی و خیلی از مسائل. شاهنامه حاصل سامانیان هستش، سلسله سامانیانه. دقت فرمودین؟ بنابراین این مسئله وقتی شما در نگر میگیری، میبینی که خب این ایران که با تمام این مشکلاتی که براش پیش اومده، از چه میدونم حمله مغولان بگیر تا حمله اسکندر گجستک بگیری و تمام این مسائلی که براش به وجود اومده در طول تاریخ، همچنان پایدار هست با اون منش خودش، با آیین خودش، با فرهنگ خودش، با نگاه خودش، با زبان خودش و خیلی از مسائل. خب این اون قدرت هست، این رو باید بشکنن. حالا این ایران امروز در واقع منابع انرژتیکی هم دستشه، این باید شکسته بشه به هر طریقی. خب اینا رو باید چجوری بشکنیم؟ زمانی که شاهنشاه آریامهر هست، با ملت یک پارچه، با کشوری که اینا تأسیس کردن به صورت نوین، پدر ایشون رضا شاه بزرگ،
اینا که نمیتونستن اینطوری ایران رو بشکنن، بنابراین باید دست نشاندگانی رو میفرستادن و در واقع این تضعیف فراکسیون ها رو در جامعه به وجود می آوردن، از نظر فرهنگی جامعه رو گسست میدادن که بتونن بشکننش. دقت فرمودی؟ و در نهایتا این شکستن عاملی خواهد شد که در عراق، در سوریه و و و و با توجه به اختشاشاتی که به وجود آوردن همه رو با هم دیگه تکه و پاره بکنن تا بتونن اون قدرت خودشون رو تثبیت بکنن. یعنی میان گروه های قومیتی درست میکنن، کشورهای کوچک درست میکنن از دل تمام این پهنه تا بتونن قدرت خودشون رو از نظر حاکمیتش به دست بگیرن. دقت فرمودید؟ و این موضوع رو کی داره رقم میزنه؟ جمهوری اشغالگر اسلامی، یه مش آخوند پاپتی با یه مش ایران ستیز چه میدونم کمونیست و مارکسیست و لنینیست و لر کفت و زهرمانی که هستن، ماویست و و و و, و. اینها با هم دیگه در پیوند هستن و برای کشور استعماری خوش شخصی خوش خدمتی میکنن، از اون برای خب دزدی گرگی هاشون رو دارن. دقت فرمودید؟ و تمام این صحبت هایی که من کردم در این سند کیونی اومده که بخش کشورها رو وقتی میان آنالیز میکنه میگه ما بعد بینشون اختلاف بندازیم از نظر زبانی گویشی، هر کدومشون رو بکشیم به یک سوی بگیم نه شما درست میگی، از نظر مذهبی هم همچنین. دقت فرمودی؟ زمانی که مردم ایران، ایران زمین همه در واقع به زرتشت بزرگ گرایش داشتن، به دین مزیاسنی گرایش داشتن، در واقع مرد روحانیشون زرتشت بزرگ بوده، خب این مشکلات، این اتفاقات ها نمیتونن رقم براش بزنن، که نمیتونن بیان اتفاق مثلا سنی و شیعه براش رقم بزنن. دقت فرمودید عزیزان؟ یکی از دلایلی که ما باید باز بگردیم به تمام ریشه های خودمون، به تمام مسائل فرهنگی خودمون، حتی از نظر مینوی، حتی از نظر دینی. شما وقتی که صحبت زرتشت بزرگ میشه، دین زرتشتی میشه، شما این چیزی که توحشی که در مذاهب سامی شما میبینید اینا رو بریزید دور، اصلا با هم اینا قابل قیاس نیستن، در یک سطح و کفه ترازو قرار نمیگیرن. دقت فرمودید؟ بنابراین این مردم برای نجات خودشون میبایست تمام اینها رو بازیابی بکنن، بعد بازگردن دوباره به تمام این ریشه ها و اصالت هاشون تا بتونن خودشون از خودشون بتونن پدافن بکنن، خودشون نگه دارن در این دنیای بیرحمی که ما خب داریم میبینیم که چه فجایی هم در واقع درش رقم خورده. بنابراین این موضوع سند کیونی بسیار حائز اهمیت هست که ما امروز داریم می‌بینیم تک به تک بندهاش داره اجرا میشه، تک به تک اون بندها داره اجرا میشه. و خب با این معامله قرن هم شاهد بودیم که بلندی های جولان رو داد و از اون برم خود نتانیاهو اومد گفتش که خیلی از بخش ها که ما در اینجا نیووردیم، صحبتشو نکردیم، همه موافق هستن. این همه موافق هستن خیلی از اون بخش ها چی هست؟ این نقشه اسرائیل بزرگ هستش که شما در اون سند کیونی، این مقاله که در واقع نوشته شده، کار پژوهشی که انجام شده رو حتما برید بخونید. من لینکش هم دوستان اگر میتونن اینجا بگذارن، حتی یک پست جداگانه گذاشتیم که عزیزان میتونن در واقع در این پست جداگانه خواستگاه رو پیدا بکنن. من اینجا خودم بگذارم، پی دی افش هم هستش که میتونید دانلود کنید، ذخیره کنید، برای دوستان بفرستید. مردم باید آگاه بشن از این قضیه. دقت فرمودید؟ این موضوع شوخی بردار نیست عزیزان. بنابراین ما یک نتیجه خیلی مهمی هم از این موضوع میتونیم بگیریم، این هستش که تمام اتفاقاتی هم که این در این چند ساله جمهوری اشغالگر اسلامی رقم زده بر پایه همین
طرحی هستش، بستری رو ساخته که این سند 1.5 بتونه در واقع شکل بگیره، این طرح پیش بره و هیچ مخالفتی هم در واقع در منطقه براش به وجود نیادش. دقت فرمودی؟ و این مردمان انقدر از هم دیگه جدا شدن، گسست پیدا کردن که اصلا فکر این موضوع رو نکنن که چه اتفاقی داره میفته. این گسست اجتماعی، اصل این طرح، اصل این سند روی گسست اجتماعی هست، روی فرکسیون های اجتماعی هستش که پایه قومی زبانی داره و مذهبی. دقت فرمودی؟ بنابراین هر چیزی که شما در منطقه میشنوید در این رابطه، بدونید که این سند 1.5 پشتش هست و سیاست دولت اسرائیل. دولت اسرائیل هم با مردم بیچاره‌ای که اونجا هستن رو یکی نکنید. دقت فرمودید؟ اون مردم خودشون بدبختی و گرفتاری خودشون دارن. دولت اسرائیل یا این مافیای اسرائیل هم، اینا اصلا اون مردم براشون مهم نیستن، واقعا براشون مهم نیستن. به هر روی این سند 1.5 عزیزان بخونید، حواستون جمع باشه. صحبت های دیگه میخواستم بکنم که واقعیت خیلی نمیخوام این زمان زیاد بشه، میخوام تو یک ساعت تموم این موضوع رو تموم بکنم در قالب یک برنامه. دوستان اینستاگرام برنامه داره قطع میشه، من دیگه باز نمیگردم. صحبت هایی رو که میبایست در رابطه با سند 1.5 انجام دادن. حالا عزیزانی که نمیتونن شاید بخونن، چون تو اینستاگرام سخته، شاید وارد سایت شدن و وارد تلگرام شدن، این توضیحاتو دارید، اما حتما پیشنهاد میدم به صورت نوشتاری بخونید و برای دوستانتون بفرستید. من به شما عزیزان که دیگه وقتم تمام شده در اینستاگرام بدرود میگم و پاینده ایران جاوید شاه. بسیار خوب عزیزان، فیسبوک هم این صحبتی بود که در رابطه با سند 1.5 هست. حالا از این طرف هم هی ظاهرا ریپورت میشه این برنامه. این عزیزان زمانش زیاد نشه، همون یک ساعت بمونه که جایی هم بخوان دوستان پخش کنن راحت بتونن پخش بکنن. به هر روی این سند 1.5 یک موضوع بسیار حائز اهمیتی هستش در رابطه با اون مسائل دیگه‌ای که نوشتم، که اونم هر کدومش در جایگاه خودش بسیار حائز اهمیت هست. تلاش میکنم در برنامه‌های بعدی در روزهای آینده بیام و در رابطه‌اش صحبت بکنم. سکولاریسم و لایسیته، اینو باید خیلی مراقب باشیم، و همچنین این کثافتکاری که یونانی‌ها دقیقاً انجام دادن که یک پستی گذاشتیم، یکی از همیهنان بسیار فرهیخته پژوهش هایی که انجام میده، شما میتونید اون پست رو بخونید که ببینید اینها دارن چه کاری انجام میدن با ضرب سکه که کردن، و عملا دارن تاریخ رو تحریف میکنن با این ضرب سکه. به هر روی این همه اینها به ما نشون میده که دیوان و ددان همه جمع شدن که در واقع ایران ما رو تکه پاره بکنن، ایران رو از بین ببرن، و این از ما مردم هستش که با هوشیاری بتونیم در واقع از این بنبست تاریخی رهایی پیدا بکنیم و کشورمون رو پس بگیریم. بسیار از همه شما سپاسگزارم که تا این لحظه با من همراه بودید. سپاسگزار میشم که برنامه رو پخش بکنید در گروه هایی که هستید. اگر برای شما مفید بوده، میتونه برای دیگرانم مفید واقع بشه. برای همتون آرزوی پیروزی و بهروزی دارم. شاد و سرفراز، پیروز و بهروز باشید. پاینده ایران و جاوید شاه.